داستان زنی که به دستور طالبان از کار اخراج شد. این خانم نگران است و می گوید که شوهر ندارم، چطور مصارف خانه را بپردازم؟ سلام شنونده های عزیز یوتیوب چینل افغانستان ژورنال، آرزو دارم هر گوشه از دنیا که هستید صحتمند و تندرست باشید. باز هم با یک داستان از نوشته های خانم فرشته غنی در خدمتتان قرار دارم. قبل از آغاز این داستان لطف نموده چینل خودتان را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را نیز فشار بدهید، و اگر داستان هایی دارید و میخواهید با ما شریک بسازید پس لطف نموده از طریق ایمیل آدرس afghanistanjournal@gmail.com و یا هم فیسبوک افغانستان جورنال برای ما ارسال کنید. این هم آغاز داستان. ساعت 11:30 قبل از چاشت بود. حس گرسنگی کردم. غذای چاشت هنوز آماده نبود. معمولاً در دفتر ما ساعت 12:30 نان می‌خوردیم. یک ساعت باید انتظار می‌کشیدم. حالم خوب نبود. از گرسنگی دستایم بلرزیدن شروع کرد. روک میز کش کردم. دیدم یک چاکلیت کاکاو اونجا بود. ده این خوردن او بودم که یادم آمد به دخترم قول داده بودم که به سالگره امسالش برش کیک کاکاوی بگیرم. لبخند زدم و گفتم ای بار حتما خوشحالت می سازم. وقتی ودر برش داده بودم هنوز 7 ماه به سالگریش مانده بود. دخترم خیلی دوست داشت که برش جشن تولد بگیرم. از تحفه گرفتن خوشش می آمد. من همه تلاشم می کردم تا او را خوشحال نگه دارم. او یگانه کس است که می تانه مرا بخندانه. اگر او نمی بود حالا ما وقت مرده بودم. چاکلیت خوردم و دوباره مصروف کار شدم. یک ساعتم سپری شد، وقت نان شد. ما و فوزیه به تامخانه زنانه رفتیم. تازه دو لقمه نان خورده بودم که یکم کارم آمد و گفت رئیس گفته وقت غذا خوردن تمام شد بیا با اتاق من. ما کمی زودتر غذای ما تمام کردم و رفتم به اتاق رئیس. فکر میکردم در مورد قراردادهای جدید صحبت میکنه، یا مثلا میگه چون زن هستم و طالبان ممانعت میکنن که در ساحه نرم، به جای من یکم کار مرد را به کار ساحوی میفرستن و من مثل چند ماه گذشته در دفتر باقی میمانم. وقت داخل اتاق رفتم رئیس ناراحت به نظر میرسید، یا شاید طوری نشان میداد که گویا ناراحت است. برم گفت طالبان دستور دادن که از تمام مؤسسات و اینجوها باید زنای کارمند بر کنار شوند و دفتر تصمیم گرفته همه زنای کارمند را بر کنار کنه. ما به رئیسم گفتم چطور میشه که چون این تصمیم در مورد ما بگیرین؟ به همیتان معلوم است که ما به این کار نیاز داریم. رئیس گفت تصمیم از ما نیست، مجبور هستیم، امر از بالا جای است. بغزم گرفت. برش چیزی گفتن نتانستم. تا حرف بزنم اشکایم سرازیر شد. صورتم داغ آمده بود. حس می کردم حتی رئیسم داغی صورت ما می بینم. دستای ما مشت کرده بودم. نمی تانستم یالت را قبول کنم. اولین چیزی که به ذهنم آمد دخترم بود. هیچ ممکن نبود همچنین چیزی را بپذیرم. قلبم شکست. هنوز اونجا بودم که رئیس به بخش مالی زنگ زد و گفت حسابای کارمندای اوناس را تصفیه کن. من دیگه چیزی برای گفتن نداشتم. کارمندای زن هر کدامشان که خبر را میشنیدن از وضع بد اقتصادی خانواده حرف می زدن. آخر همه اونا سرپرست خانواده بودن. چطور می تانستن این وضعیت را تحمل کنن؟ یکی از کارمندا که در این مؤسسه صفاکار بود و تازه تانسته بود که معاش ماهانه خود را به دست بیاره می گفت ماها لباس خانه مردم را شستم. اونا با ما خیلی زشت رفتار می کردن. حالا که صاحب کار شدیم بعد از این توان کار کردن در خانه مردم هم ندارم. 4 دخترم جوان هستن. با اونا چی خواد کردم؟ چی بوتمشان که بخورن؟ همه زنها درد داشتن. هر کدام قصه دردناکتر از دگه داشتن.
دی میان ما که زن تنها و بیچاره بودم به هیچ کس از دردم گفته نمیتونستم. حتی به زنایی که همکارایم بودن هم چیزی نگفتم. من همیشه به همه کس دروغ گفتم. آخر چطور میتونستم که حقیقت را بگویم؟ اگر به مردم حقیقت را میگفتم مرا تنها فکر میکردن و اذیت میکردن. پیشنهادهای غیر اخلاقی میدادن. اما چیز را پنهان کرده بودم. هر کسی که ازم میپرسید که شوهرت کجاست میگفتم در ایران است. با این حالم برای میگفتن که چرا برش اجازه دادی که برای او در ایران بنشینه. حتما زن دوم گرفته. باید که او را بخواهی نزد خودت. نمیتونی به تنهایی زندگی را پیش ببری. میگفتم شوهرم آدم خوبی است. چون این کار نمیکنه. حالا آمده نمیدانه. چون چند مدت که کار نداشتیم قرضدار شدیم. او قرضداری ها را تمام میکنه و ما کار میکنم تا مصرف خودم و دخترم بکشم. باز چیزی نمیگفتن. ولی در هر صورتش پشت سرم حرف میزدن. بر ما مهم نبود چون داستان اصلی زندگی مرا اگر برشان قصه میکردم شاید بیشتر اذیت میکردن. ما زن تنهاستم. وقتی هنوز 20 سالم بود با مرد آشنا شدم که یک مدت دوست بودیم. فکر میکردم شاید عاشقش نشم. ولی معمولا دخترها در افغانستان زود عاشق میشن. چون اونا همه توقع و امیدشان به سوی شوهر آیندهشان است. هیچ وقت از خانواده محبت نمیبینن. البته یک تعدادشان. شاید تعداد کمی از دخترها باشه که زود تسلیم حرفای عاشقانه یک مرد نشه. ما معشق شدم. او به ما گفته بود ما با هم عروسی خواهیم کرد. موضوع ازدواج ما خیلی جدی بود. همیشه با ما در مورد خانه و اعضای خانوادهش حرف می زد. برادرش نیز با ما آشنا کرده بود. برادرش کوچکتر از خودش بود. ما به او کاملا اعتماد داشتم. نمی دانم چطوری شد که بازی عرفایش خوردم و با او چکر رفتم. جایی که قرار بود با چکر بریم ساحه قرغه بود. به خاطر که هوا کم سرد شده بود و فصل خزان بود برای همی منصور برم گفت که بیا بریم به یکی از اتاقای ای هتل. ما هم رفتم با او. او آدم با غیرت و خیلی جدی به نظر می رسید. هیچ کس باورش نمی شد که بی‌ناموس برایه. بالاخره مرا مجبور کرد که با هم رابطه بگیریم و یک ماه بعد از او من متوجه شدم که حامله هستم. پیشتر از این که به اعضای خانواده بگویم به خود منصور گفتم ولی او گفت که تو خیلی راحت حاضر شدی با من رابطه داشته باشی. ممکن کس دیگه هم در زندگیت باشه. طفلت شاید از او باشه. من خیلی ناراحت شدم. گفتم هرچی میشه باید حالا شود. با مادرم جریان را قصه کردم. اولش خیلی ناراحت شد. چندین سیلی مرا زد. باز گفت باید هرچی عاجلتر این طفل را سقط کنی. دامون نزدیک ها عمیم که 5 اولاد داشت دیگه نمیخواست اولاد داشته باشه. یکی از طفلای خود با خوردن دوای یونانی سقط کرده بود. مادر مجبور شد به او بگویه که از امو دواهایش به ما میاره. او فکر کرده بود که مادرم حامله است. ولی وقتی که یکم مادرم فشار داده بود که اگر نگویی برای چی میگیری من از برادرم میپرسم. عمیم زن خوب و با اعتماد بود. وقتی مادرم برش ماجرا را قصه کرده بود با مادرم گفته بود که اینجا فقط مسئله طفل دخترت نیست بلکه داینده هیچ کس با او عروسی نخواد کرد. بهتر است همون مرده که ای کار با او کرده با دخترت عروسی کنه. ای یگانه راه برای عفظ آبروی خانواده است. مادرم نام و آدرس و پسر ازم گرفت و مستقیم رفت به دکانش. او دکان سیمساری در یکی از مارکت ها داشت. با او گفته بود که باید امرای دختر عروسی کنی. ولی او مرد از شناخت من انکار کرده بود. بالاخره گپ به پدر و برادرایم رسید. مادرم مسئله حامله بودنم پنهان کرد. فقط گفت که این دختر را با اون مرد گیر کردیم. اونا با هم رابطه دارن. پدرم خیر من را تکوب کرد. فکر کردم که از شر طفل خلاص میشم. بدنم همه درد میکرد.
اما طفلم هنوز به من چسبیده بود. انگار دلش میخواست به دنیا بیایه و این دنیای ویران را ببینه. او سقط نشد و خانوادیم منصور را مجبور کردن که با من ازدواج کنه. او به خواستگاری آمد. در یک محفل کوچک مراسم عروسی برگزار شد. من زنش شدم. ولی از روزی که با او عروسی کردم بدرفتاریایش با من شروع شد. هر روز مرا توهین و تحقیر میکرد و میگفت بگو با چند نفر دیگر رابطه داشتی؟ حیران مانده بودم که چی کنم. منتظر بودم که طفلم به دنیا بیاید. وقتی که دخترم به دنیا آمد حتی یک بارم او را در آغوش نگرفت و به تمام اعضای خانواده خود میگفت که من این زن را نمیخوام. او با من رابطه داشت. نمیدانم با چند تن دیگر رابطه داشته باشه. این بر من سخت‌ترین عذاب بود. نه غذای خوب داشتم و نه لباس خوب. خیلی ناراحت می بودم. تا ای که دخترم وقت 6 ماه شد شوهرم تصمیم گرفت مرا طلاق بده. چون با یک زن دیگه در رابطه شده بود و قرار بود با او ازدواج کنه. مام راه دیگه نداشتم. جزی که قبول کنم و طلاق بگیرم. طلاق گرفتن در افغانستان عیب است و هر زن و مرد به زن مطلقه به چشم بد میبینن. از او روز به بعد تعهد کردم که کار کنم و هیچ وقت خودم متکی به مرد ندانم. کارم اینجا خیلی خوب بود. معاش خوب میگرفتم. مصارف خانم را میدادم. بار دوش پدر و برادرایم نبودم. ولی زمانی که طالبا خواستن که تمام زنایی که در مؤسسات و اینجوها کار میکردن خانه نشین شوند، مام خانه نشین شدم. حالا که نه خانواده پدرم به مرزش قائل است و نه هم شوهر دارم، چطور کنم؟ مصارف دخترم چطور برآورده شود؟ در 5 سال گذشته که کار کردم، هر خواسته دخترم را برآورده ساختم. حالا حتی یک کیک برش خریده نمیتونم. ایم شد زندگی. مگر گناه ما چی بود؟ چرا باید قدر بدبخت باشیم؟ پایان داستان.